هر کجا عشق آید و ساکن شود، هر چه ناممکن بود ممکن شود. فرسنگ ها دورتر از مزار حضرت مولانا، این بار در اورنج کانتی گرد هم میاییم تا با حضور و همراهی استاد بابک صفوت، عرفان پژوه معاصر، در معبد بزرگ راما پیشنا به کشف و شهود درون و شناخت تازه از حضرت مولانا دست بیابیم. عرض کنم که در این دفتر دوم مثنوی مولانا حکایتی رو بیان میکنه از شخصی به نام ابراهیم ادهم. ابراهیم ادهم البته در تذکرة الاولیا هم عطار راجب شبحال شورده. خب در واقع تذکرة الاولیا مجموعه ایست از زندگی نامه عرفای مختلف که عطار اینها رو جمع‌آوری کرده. قبل از اون هم در برخی از کتب عرفانی شرحال برخی از این عرفا وجود داشته، مثلا در کشف المحجوب حجویری وجود داشته، یا بعد از اون هم مثلا در نفحات الانس جامعی اینا این کارا انجام شده. یعنی زندگی نامه چند مختصری از زندگی عرفا اومده. یکی از اون افرادی که در واقع عطار راجبش صحبت میکنه همین ابراهیم ادهم هستش که نه تنها او بلکه سایر کتب عرفانی هم از اون نام میبرند تحت عنوان سلطانی که در بلخ در واقع حاکمی بوده که در بلخ زندگی میکرده و وقتی که میرفته حرکت میکرده ملتزمین رکابش همراهش در واقع به قول معروف 40 سپر زرین و گرز سپرین در پیشاپس او میبردند و او رو مشایعت میکردند و همراه میکردند. سلطان قدر قدرتی بوده تا اینکه این آدم در واقع دچار یک سری تحولات میشه و یواش یواش مسیر زندگیش عوض میشه. ببینید در بحث عرفان اصولا اینجوریه، گاهی اوقات آدم‌ها من حیث یک اتفاقی، یک در واقع به قول مولانا یک خارخاری در درونشون یک اتفاق میفته، یک سوال‌هایی براشون به وجود میاد که یواش یواش مسیر زندگیشون عوض میشه، نگاهشون اصلا به زندگی عوض میشه. یعنی اینها در واقع عرفایی هستن که دچار تحول میشن. ابراهیم ادهم جزو یکی از این شخصیت ها هستش که در مسیر زندگیش اتفاقاتی میفته که مورد به تحول درونی اون آدم میشه. از جمله این که بنابر نقل قول جناب آقای عطار، یک روزی این آدم در بارگاهش بوده و بعد یک کسی میاد اونجا بهش میگه که در بین جمعیت میگه که این کاروانسرا از آن کیست؟ ابراهیم ادهم تعجب میکنه، میگه این آدم کی اومده این سوال رو میکنه؟ اینجا که کاروان سرا نیست، ربات نیست، اینجا کاخ امپراتوری منه. بعد اون میاد جلو و بهش میگه که خب این کاخ امپراتوری که میگی مال توی قبل از تو مال کی بوده؟ میگه قبل از من از آن پدرم بوده، سلطان ابن فلان. میگه قبل از اون چی؟ میگه قبل از اون هم از آن پدرش سلطان فلان. میگه خب پس این کاروان سراست دیگه، هر یه چند سوایی میاد توش و میره، اینجا که کاخ سلطنتی نمیتونه باشه. در واقع این اولین اتفاقی که میفته برای ابراهیم ادهم و بعد هم ظاهرا میره یک روزی دنبال سیدی که بنا به اعتقاد مولانا و عطار اینا میگن که در واقع اون آهو اونو سید کرد و اون آهو به او گفتش که باهاش صحبت کرد به زبان حال که تو خجالت نمیکشی، هیچ کاری جز سید چیز نداری، تو رو برای یک حقیقت بزرگتری آفریدن، این چه کاری تو میکنی از صبح تا شب خون حیوانات رو میریزی؟ و از این قبیل اتفاقات برای چندین اتفاق مختلف میفته. ممکنه اینا عیناً اتفاقات نباشه، ولی اینا همه در واقع میخواد یک حرفایی رو بزنه، میخواد یک آدمی رو در واقع هوشیار بکنه، میخواد یک آدمی رو متولد بکنه. اصلا عرفان یعنی همین که ما متولد بشیم دوباره، یک نگاه جدید به زندگی پیدا بکنیم، به بیداری برسیم، ما در واقع بودا بشیم، به روشنایی برسیم. بنابراین این ابراهیم به هر حال بر اساس این حرکت ها، این مسائل مختلفی که براش پیش میاد حرکت میکنه و میاد و یک چوپانی برخورد میکنه، میگه بیا آقا ما میخواییم با هم دیگه لباسمون رو عوض کنیم، این تاج سلطنتی از آن تو، لباس چوپانی تو بده به من، با هم دیگه عوض کنیم. میگه قربان شما شوخی میکنی؟ میگه نه حقیقتش همینطوریه. و بعد میره که خودش رو پیدا بکنه.
برخی از مورخین معتقدند که این ممکن همون بودا باشه، چون این اتفاق عیناً برای سیزارتا هم افتاد. یعنی سیزارتا هم خب میدونید دیگه، در اون کاخی که براش بنیان گذاشتن، این یک هندی بود دیگه، مادرش هندی بود، پدرش اهل نپال بود. پدرش وقتی که به دنیا اومد، چون پادشاه بود، پیشگوها رو آورد که آینده این بچه چی میشه. این مرسوم بوده دیگه، چون در شاهنامه هم که نگاه کنید هر بچه که متولد میشده میومدن پیشگوها راجب این میگفتن. اونها هم اومدن و پیشگویی کردن که بله این بچه سیزارتا به معنی کسی است که میره و به هدفش میرسه، این از کاخ سلطنت جدا خواهد شد و میره و به دنبال پیدا کردن حقیقت و خودش میگرده. و به همین دلیل پدر نمیخواست که این در واقع این اتفاق براش بیفته، چندین کاخ مختلف برای این درست کرده بود و همه امکانات زندگی و انواع اقسام شادی ها و طرف ها رو براش مهیا کرده بود که این بچه نره و کاخ سلطنت رو رها نکنه. تا اینکه بالاخره یک روزی بر حسب اتفاق وقتی در شهر رفته بود و جمعیت رو میدید، ما بین جمعیت یک آدمی رو میبینه، یک پیرمرد جزامی رو میبینه، یک پیرمرد تا اون زده یا جزامی یا بیمار، و بعد در بین لابلای این فیل ها میبینه یک موجودی قوز داره. پیرمرد اینا میره میگه این چیه، این کیه، این چرا اینجوریه، و اینجا براش در واقع این دغدغه زندگیش از اینجا شروع میشه، اون سوالی که ممکنه برای هر کسی در واقع به وجود بیاد که این چیه، ما به کجا میریم، چرا انسان پیر میشه، چرا انسان باید دنیا رو ترک بکنه، و اگه اینطوره پس ما باید چیکار بکنیم، ما چگونه میتونیم خودمون رو بشناسیم. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. مولانا اینو میگفت، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر نن ماهی بدنم. جان که از عالم الویست یقین میدانم، رخت خود باز برانم که همانجا فکنم، مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختند از بدنم. بله، به هر حال گفتش که من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. بعضی ها رو میخونم، مثلا بشر که برخی معتقدن بشر حافی، در صورت که درست شد همون بشره، این که در عالم بیخبری بود و گفتش که اومدند و گفتن که صاحب این خونه، عرضم به حضورتون که بنده است یا آزاده، گفتن نه آزاده، و بعد گفتن که بله اگر بنده بود که طاعت خدا میکرد، این کارا رو نمیکرد. بعد این اومد بیرون و به دوستانش گفت دوستان من رو خواندن، خداحافظ شما، من رفتم. مثلا اونم در واقع متحول شد، دوچاره یک نوع تحول عرفانی شد. حالا بودا هم همینطوره، در واقع ابراهیم ادهم هم همینطوره، منتها تفاوت اینه که علل اصول و منطقش اینه که ما آدم‌های رو میبینیم دوچاره تحول میشن که در سطح پایین هستن. یعنی مثلا همین بهش یا مثلا فضل عیاض یه دزد راهزن بوده متحول شده. خب فضل عیاض یه راهزن بی سواده، ولی خب یکی از عرفای بزرگ میشه، یا همین بشراحافی یکی از عرفای بزرگ میشه. اینا عموما از طبقه پایین هستن. یا مثلا سری سقطی مثلا یک چیز بوده، به اصطلاح سمساری داشته، چیزهای کوچیک میفروخته. این آدمهای خیلی در سطح بالایی نبودن. مثلا خود مولانا میگه، میگه از حال گدا نیست عجب گر شود او پست، تیغ غم او از سر صد شاه سر افکند، روزی پسر ادهم اندر پی آهو، مانند فلک مرکب شبدیز در افکند. گفتند همه کس بر سر آن کوی تحیر، مسکین پسر ادهم تاج و کمر افکند. همه تعجب کردن که این پادشاه چرا به این وادی کشیده شد، بودا چرا کشیده شد. پس اگه قرار بشه که کسی رو بخوانن به این وادی، فرق نمی کنه که بگیم آقا این از کدوم طبقه هست. این بنیانگذار فرقه فرانسیسکن ها، فرانسوای زیزی، این پدرش همه امکانات رو براش مهیا کرده بود، ولی گفتش که من رفت با دوستانش و گفت من میخوام برم به عشق مطلق، فقر مطلق. همه دار و ندارش پدرش میگه من این همه دارایی جمع کردم برای تو گذاشتم، که من هیچ کدومو نمیخوام، میخواهم که نخواهم. جمله ایست که بایزید بسطامی گفت، گفت شما اگر میخواین آزاد بشین، یعنی جمله ایست که در واقع بودا گفت، بایزید هم از اون متاثره. یعنی میگه شما برای اینکه خودتون رو از رنج هستی نجات بدین، یکی از پارامترهای اصلی که شما بتوانید خودتون رو از رنج های زندگی خلاص بکنید اینه که نخواهید.
چون وقتی که نمیخواهید آسوده. دیوژانس حکیم معروف دیگه، گفتش که توی خمره زندگی میکرد در جون. وقتی اسکندر رفت به دیدنش گفتن که اینجا در کوه یک مردیست به نام دیوژانس، این هیچی از دنیا نداره اینا و به کسی هم اعتنا نمیکنه. گفت بریم ببینیم براش جالب. مثل سلطان محمود که رفت به دیدار ابوالحسن خرقانی، رفت اونجا گفتش که من اسکندر هستم. در مقابل دیوژانس ایستاد، دیوژانس در کوه نشسته بود. گفت باشه اسکندر باشه. یک روز طول میکشید لشکرش وقتی عبور میکرد. گفت خیلی خوشم اومد از تواضع، از قناعتت، اینا انقدر بی‌نیازی، هیچ یه چیزی بخواه از من. گفت هیچی نمیخوام. گفت بالاخره یه چیزی درخواست کن، تمام دنیا الان در دستان منه. گفت تنها چیزی که میخوام اینه که از مقابل آفتاب بری کنار، بذاری آفتاب بر من بتابه، من چیزی نمیخوام، نیازی ندارم. چند خواهی پیرهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن. ما همیشه موقت خودمون رو توجیه میکنیم که ما برای اینکه اینو داشته باشیم اینو دیگه. شما اصلا اگر نخواهید، اگر شما لباس قناعت به تنتون بکنید، این برای چی گلستان سعدی میاد یک باب در گلستان در فصل قناعت صحبت میکنه. و دیوژانس حکیم در این خمره زندگی میکرد همه عمرش. من نمیگم ما امروز میتوانیم، مسلما ما نمیتوانیم، ولی اونها الگوهایی است برای اینکه ما چگونه یاد بگیریم. وقتی که توی کاسه فقط داشت اون آب میخورد، دید یه بچه رفت لب رودخونه و دستشو گذاشت و اینجوری شروع کرد به آب خوردن. گفت من یک عمر این کاسه رو اضافه داشتم، زد کاسه رو شکست. گفت ای دادی بیت، من برای چی با خودم چیز اضافه با خودم میبردم؟ پس انسان تا این حد میتونه در واقع خودش بی‌نیاز باشه. یعنی طبیعت اصلا انسان رو مگه فکر میکنین انسان‌های اولیه چجوری زندگی میکردن؟ خیلی راحت تر از ما بودن. ماها 2000 تعلق به خودمون بستیم، بازم هر روز در رنج و عذابیم. هر چی بیشتر داریم عذابمون بیشتر میشه و میبینیم یه آدمی که هیچی نداره و خیلی هم شادمانه، خیلی هم راحته، چون خودش رو از این رنج ها در واقع آسوده کرد. آقای ابراهیم مدحم هم ظاهرا این کارو میکنه دیگه، میاد و لباسشو عوض میکنه و بعد مولانا میگه که حالا در شرح حالش میبینیم که نشسته لب یک دریایی، داشته لباسش رو سوزن میزده و یکی از پیروانش، یکی از افرادی که قبلا او رو میشناخته، از کارگزارانش میرسه بهش و با تعجب بهش نگاه میکنه، میگه این سلطان ابراهیم مدحم نشسته اینجا، رنگ و شکلش عوض شده، اون ملک بزرگ خراسان رو، بلخ رو هم رها کرده، یک ملک ناقابل فقر رو انتخاب کرده و مثل گداها داره به لباسش سوزن میزنه. حالا بعد چی شد خانم؟ شیخ بفن. شیخ سوزن زود در دریا فکند، خواست سوزن را به آواز بلند. صد هزاران ماهی اللهی، سوزن زر در لب هر ماهی، سر برآوردند از دریای حق، که بگیر ای شیخ سوزنهای حق. رو بدو کرد و بگفتش ای امیر، ملک دل به یا چنان ملک حقیر. بله دو تا، بله یکی اینکه اینجا مولانا اشاره میکنه که به هر حال اون مرد پیش خودش چنین فکر میکرد و اون شیخ واقف گشت، یعنی ابراهیم عرض هم از این تفکر این آدم مطلع شد که چی فکر میکنه. و بعد مولانا هشدار میده که دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان. اشاره به این میکنه که در واقع عرفا، اولیا در واقع دارای این هستن که بر اسرار در واقع بر قلب شما آگاهی دارن و بنابراین پیش ایشان نباید شما اندیشه ناسواب در ذهنتون بگذره. اینجا مولانا آورده یکی از کرامت‌های عرفا رو و میگه که ابراهیم مدحم اونجا یه کرامتی به سرش زد و اومد این بهش گفته شما ملک خراسان رو گذاشتی، حالا چی به دست آوردی؟ اون گفتش که سوزنش رو انداخت توی آب و گفت حالا سوزن من رو بدین. هزاران ماهی اومدن، هر کدوم یکی یک سوزن زر بر دهانشون، گفتن که این سوزن شما. و ابراهیم مدحم خطاب به اون مرد، اون کارگزار سابقش، گفتش که این حداقل کاری بود که من
در گذاشتن ملک بلخ این حداقل چیزی بود که به دست آوردن و بنابراین ملک دل به دست آوردن دلها، سلطنت بر دلها به مراتب هزاران مرتبه بزرگتر از سلطنت بر یک ملک، بر یک زمینه، بر یک کشوره، چون شما فاتح قلب‌های مردم شدید. به عیسی وقتی که حواریونش گفتن در اون لحظه آخر میخواستن که چیز کنن بکشنش، اومدن ازش دفاع کنن، شمشیرها رو برداشتن، اینا گفت نه شمشیرها رو بذارین زمین، به استناد به عهد جدید با کتاب مقدس. و بعد اون پیلاتوس نماینده روم، سرداری که نماینده روم بود، بهش گفتش که شما این ربای ها، این کاهنان میگن که شما ادعای سلطنت میکنی، میگی سلطنت خداوند، شما ادعای پادشاهی میکنی. همین دلیل کافی بود که از نظر دولت روم که کسی بر علیه امپراتور در زمان امپراتور بیاد بگه آقا من پادشاه هستم، من کافی بود برای اونها که حکم قصاصش و خطش رو صادر بکنن. ولی ایشون برگشت به پیلاتوس گفتش که اگر پادشاهی من در این دنیا بود، قطعا مریدان من، پیروان من برای ادامه این پادشاهی می جنگیدن، در حالی که اونها همه شمشیرهاشون انداختن و من در واقع می خوام بر دلها سلطنت داشته باشم، نه بر ملک، بر یک محدوده، در یک محدوده تاریخی. اینه که عرفای مثل ابراهیم ادهم با این قضیه آگاه بودن، یعنی میخواستن به یک جایی برسن که سلطنت بر ملک و هستی رو در واقع به دست بیارن. و ببینید اصلا این القاب شاه، شاه نعمت الله ولی، که مثلا سلطان بایزید بسامی یا نمیدونم اینا، مشتاق علی شاه مثلا در کرمان، اینا اصلا شاه لقب افرادی است که در عالم عرفان به یک مراتبی میرسن. شاه اون نیستش که بعد یه تاج بذارش داشت بعد بگیم اون شاهه. شاه کسی است که در واقع بر خودش مسلط شده، بر نفس خودش مسلط شده، اون در واقع امپراتوره، اون پادشاه واقعیه. و خب این داستانی که مولانا برای ما امروز ازش استفاده کردیم در واقع داره این رو به ما میاموزه. من در خدمتون هستم اگر دوستان نداری دارم سوالی دارم. اسلامی هستش. خب خیلی وجوه مشترکی، خیلی از مسائل وجوه مشترک با بحث آیین هندویزم یا مثلا بودیزم نداره، به ویژه در آیین در واقع بودیزم بیشتر، و البته هندویزم هم همینطوره. مبنا در واقع بر اینه که یک استاد و یک راهنما، البته خب بحث طولانیه، من حالا به اجمال عرض میکنم، یک استاد و یک راهنما برای اینه که شما یک کلیدی بده، یک راهی رو نشون بده و شما حرکت بکنید. اصلا عرفان مبناش بر اینه که شما در درون خودتون حرکت بکنید. یه آینه جمال هستی که توی همه چیز رو در خودش میبینه، به نسخه اسرار الهی که توی، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، از خود به طلب هر آن چه خواهی که توی، همه هستی در توست و این توی که تاج کرمنا در فرق سرت، تاج کرمنا رو بر سر شما گذاشتن که شما به درون خودتون راه پیدا کنید و به قول بودا در جرفنای درون خودتون کندوکاو بکنید و حقیقت رو پیدا کنید. یا شمس تبریزی مدد، از تو یاری نگیری، جز در پناهت قرار
راهی نداریم غیر از تو یاری نگیریم جز در پناهت قراری الهی دلی دل که جز تو نگوید زبانی که غیر از تو حرفی نگوید